26 بهمن ماه 1397 خورشیدی و 15 فوریه 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی در سیاست خارجی. تروریسم، مزدور پروری، دو ویژگی اصلی این کارنامه است. میبینیم در طول برنامه. پرده آخرم خواهیم داشت مثل همیشه در آخر برنامه. قبل از تقدیم این هفته یادم رفته بود هفته ها بگم که موظفم خدمتتون عرض کنم که به روال معمول برنامه های صدای آمریکا نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. تقدیمی این هفته درباره سعید طوسی و نظامی است که همچین آدمایی رو به وجود میاره و حمایت میکنه. هفته پیش کارنامه 40 ساله داخلی جمهوری اسلامی رو که نگاه میکردیم یادتونه دیگه، آخر برنامه همچین فرصت نشد که با دقت به بزرگترین رسوایی کارنامه 40 ساله نگاه کنیم. پرونده سعید طوسی رو شما هم مثل من حفظین که چی بود و چرا گفتن که مختومه شد. بعد از 6 سال شکایت و پیگیری و ارائه اسناد و شواهد و حضور شاکیان قربانی تجاوز شاهدان در دادگاه و غیره، 13 بهمن 96 سعید طوسی لواطکار محبوب رهبر معظم به دستور رهبر معظم تبرئه شد. آقای محمد گندم نژاد طوسی که مشهور به سعید طوسی، متولد 1349، اهل مشهد هستند و اصالتا اهل قندهار افغانستان هستند که پدر بزرگیشون از اونجا به مشهد مهاجرت میکنن. بعد از کودکی اینا به مسائل قرآنی و اینا علاقه من بودن. به همراه پدرشون آقای علی اصغر طوسی اینا در جلسات مختلف از اساتیدی بهره می‌بردن، همچون آقای رحیمی، آقای حسنزاده که از اساتید مبرز مشهد هستند، و من جمله آقای خامنه ای. محل سکونتشون توی مشهد واقع در خیابون طلاب بوده که در اونجا مشغول به شغل آرایشگری بودن و حالا بعد از اینکه منتقل شدن به تهران شغل آرایشگری رو کنار نذاشتن، به عنوان آرایشگر مخصوص رهبری منصوب شدن، یعنی آرایشگرشون هستن. در ضمن اینکه استاد آقای مجتبی خامنه ای هم بودن و در سال 1384 آقای خامنه ای نامه می نویسن و ازشون درخواست میکنن که به تهران بیان. آقای خامنه ای هم موافقت میکنن، ایشون میادن تهران، یک خانه ای بهشون میدن واقع در میدان فاطمی تهران، بلوار سیمیندخت شمالی، کوچه وحید. سعید طوسی یکی از رسوایی های روحانیت حاکم بوده است در 40 سال گذشته که دنیا فهمید که رهبر با وجود اثبات جرمش او رو زیر عبای خودش گرفت و قطعاً باعث شد هم سعید طوسی تشویق بشه در تعرض به بچه ها و هم کسای دیگه هم بی‌ترس از قاضی و شحنه این شیوه مرضیه آموزش قرآن رو رواج بده. حیرت از این پدر و مادرهایی که میدونن این آدم متجاوزه و مجرم طبق حکم قاضی حیدری و قاضی احبارکی که هر دو الان تو دستگاه قضایی هستن، بارها پخش کردیم حکم اینا رو، میدونن این آدم مجرم هست و با سفارش خامنه‌ای پروندش بسته شده، بازم بچه هاشون همچنان همین دیروز، همین هفته پیش، همین ماه پیش همچنان میفرستن پیش این آدم های شبیه این که قرآن یاد بگیرن. مثلا تقدیمی این هفته به اولیای نوجوانان قرآنی کشور. آقا فیلم صحبت چیزی نداری؟ ارادت داری؟ خیلی مخلصی. استاد جلسه خوبی بود؟ خیلی. اینجا خونه آجای پوره. بله. اینجا دوستانی که در سنیه کربلایی هستن. اینجا بوی امام حسین. واقعا بود. الحمدلله هر که بیاد اینجا متنقم. استاد دیریاس جلسه ماشاءالله یادم باشه بعد از و ما که نهضت کردیم برای اسلام، نهضت کردیم، جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتوند محصول باشد در یک کشور
و نمیتوند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی. کشوری که میخواهد عدل الهی را در جهان برپا کند و در همه جا حکومت اسلامی باشد. اولین درسی که انقلاب اسلامی و نظام مبارک جمهوری اسلامی به ما داد این بود که ما نگاهمون را از حصار و چهار دیواری ملت ایران منعطف کنیم به عرصه وسیع امت اسلامی. قرآن می فرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی جنگ تا رفع فتنه در عالم. این مراکزی که به عنوان مراکز فتنه، نه از نگاه آقای خمینی، از نگاه دنیای امروز جمهوری اسلامی ایران درست کرده، در آمریکای لاتین الان یکی از این مراکز، یکی از این نقاط در بحرانی ترین اوضاع سیاسی خودش به سر میبره. کشور ونزوئلا که اوضاعش میبینید دیگه سرتیتر خبرهای هر روز، سرنوشت بخش مهمی از منابع و فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران در ونزوئلا تعیین داره میشه. بعد از تشکیلات حزب الله لبنان در اوایل انقلاب، شاید مهمترین بخش زیرسازی تروریسم جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین شکل گرفته که اساساً از دوره احمدی نژاد هم شروع شد. بذارین کارنامه 40 ساله خارجی جمهوری اسلامی رو از همین ونزوئلا شروع کنیم. آقای حسن دایی در خدمتشون هستیم، پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی خوش آمدید به این برنامه صفحه آخر. ببینین، حکومت مادورو ممکنه سقوط کنه و یه حکومت طرفدار آمریکا بیاد سر کار. اگه این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی چی از دست میده؟ سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان عزیز. به درستی اشاره کردید که یکی از پایه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی و یکی از نقاط جهان که درش خیلی فعالیت داره آمریکای لاتینه. متاسفانه زیاد مورد توجه رسانه‌های فارسی و هموطنان قرار نگرفته. اگر مادورو سقوط بکنه در ونزوئلا، در حقیقت این سیاست آمریکای لاتینیشون از هم میپاشه. این سیاست همونطور که اشاره کردید در دوره احمدی نژاد در سالهای 2005 و 2006 به طور جدی شروع شد. اون موقع هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا که مواضع ضد آمریکایی داشت و چند کشور دیگه‌ای که به اصطلاح ضد امپریالیست بودن، مثل اکوادور، مثل بولیوی، نیکاراگوئه و کوبا، اینها متحدین جمهوری اسلامی شدند. جمهوری اسلامی روابطش رو تقویت کرد و میلیاردها دلار در اونجا خرج کرد. این خرجهایی که کرد برای تقویت این روابط به دو صورت بود: یکی وام هایی که هرگز باز پرداخت نشد، یکی ساخت درمونگاه و نمیدونم بیمارستان و سد و کارخونه و این چیزهایی بود که یک طرفه انجام میداد. یه چیزی بین، فکر میکنم برآورده بین‌المللی بود که بین 8 تا 10 میلیارد دلار پولهای خرج کرد که یک قرونش برنگشت به مملکت. یکی هم سرمایه گذاریهایی که هم مثلا کارخونه خودرو، سیمان، خانه سازی، اینها که پایگاه اقتصادی بتونه در این کشورها ایجاد بکنه که اون هم هیچ توجیه اقتصادی نداشت. طبیعتاً از همون موقع تمام کارشناسان بین‌المللی به خصوص در آمریکا که براشون بسیار حساس بود که جمهوری اسلامی در آمریکا لاتین چیکار میکنه، این سوال مطرح بود که دنبال چیه، چرا این مخارج میکنه. خب ببینید، یه بخشش این بود که در اون زمان پرونده اصلی جمهوری اسلامی به شورای امنیت داشت میرفت، درگیری داشت با جامعه بین المللی، دنبال متحد بین المللی میگشت، میخواست تحریم ها رو دور بزنه. قرار بود این کشورها در مجامع بین المللی به نفع جمهوری اسلامی مثلا رأی بدن، همه اینها بود. ولی یه بخش بسیار پنهانش این بود که جمهوری اسلامی به کمک حزب الله لبنان
به خاطر این حمایت‌های سیاسی که در ونزوئلا و چند کشور دیگه داشت، یک شبکه عظیم و گسترده بسیار مهم قاچاق مواد مخدر و پولشویی به راه انداخت. اولین بار هم در سال 2007 این مشخص شد که در کولومبیا به کمک آمریکا آژانس مواد مخدر آمریکا یک شبکه‌ای رو کشف کردن که در رابطه با حزب الله بود و با کارتل معروف مواد مخدر در کولومبیا همکاری می‌کردن. از اون به بعد تا کنون، یعنی در 12 سال گذشته، شاید ده‌ها عملیات بزرگ انجام شده علیه این شبکه که مهمترینش دو تا عملیات کساندرا و عملیات سدر یا سیدر به انگلیسی بوده که آمریکا، کشورهای آمریکا لاتین و اروپا به طور مشخص در این عملیات شرکت داشتن. صدها نفر بازداشت شدن، صدها شرکت رو بستن. خب این شبکه چی بوده؟ اگه میخوام خلاصه بگم که ادامه داره و به نظر من مهمترین بخش فعالیت جمهوری اسلامی در آمریکای لاتینه که در سراسر جهان هم هست. این شبکه مرکز عملیاتیش در ونزوئلاست. تحت حمایت سیاسی که داره تونسته با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین، به خصوص در دو کشوری که مکزیک، یکی در کولومبیا، رابطه برقرار بکنه. یکی هم در منطقه سه مرزی بهش میگن، یعنی بین پاراگوئه، برزیل و آرژانتین، که اونجا مهاجرین لبنانی وابسته به حزب الله زیاده. خب چی کار میکنن این شبکه ها؟ از کشف این شبکه ها توسط اروپا و آمریکا لاتین چی میدونیم؟ این شبکه ها به طور مشخص اولا در فروش مواد مخدر و انتقال مواد مخدر به آمریکا، مهمتر از همه به اروپا و بعد به خاورمیانه دست دارن. کوکائین این یک. دوم، بالاخره این فروش مواد مخدر پول این رو پولشویی میکنن که دو هم بتونن برگردونن به سیستم بین‌المللی. آقای دایی بذارین مرحله مرحله بریم جلو. قبل از پولشویی درباره همین قاچاق مواد مخدر، شما فرمودین که شبکه قاچاق مرکزش در ونزوئلاست. یعنی یکی از چیزایی که اگر مادورو عوض بشه، این شبکه قاچاق قاعدتا باید یک مقدار ارتباطات، وقتی که ارتباطات دولتی و راندخاری حتما داره اونجا دیگه، که میگین با تکیه به روابط دولتی در اونجا میتونه اینقدر تقویت بشه. بنابراین این رانت قاچاق مواد مخدر، یک، آیا آدم میتونه بگه که از بین میره اگر مادورو بره؟ دو، گفتین در ارتباط با مکزیک و کولومبیا کار میکنه. چگونگی این تولید و قاچاق مواد مخدر رو در این سه کشور به ویژه و مرکزش در ونزوئلا مخصوصا، اینو روشن‌تر اگه ممکنه بگین تا بنده بفهمم. خلاصه که اگر مادورو نباشه چه چیزی از دست میره از نظر قاچاق مواد مخدر در اونجا؟ ببینید، جمهوری اسلامی همه فعالیت‌های خارج کشوری که کرده، لبنان، نمیدونم سوریه، عراق، هر جای دیگری و به آمریکای لاتین، مثل میکروبی که روی زخم رشد میکنه، جاهایی که مشکل ها، جنگ داخلی ها، اختلافات هست میره. مهمترینش اینه که از این حمایت سیاسی که بخصوص در ونزوئلا بوده، با گروه فارک که در کولومبیا هست و ارتباط مشخصی هم با به اصطلاح کارتل‌های مواد مخدر داره، هم خودش در مواد مخدره، اینا ارتباط برقرار کردن و میتونن کار میکنن. دوم، به خاطر همین گروه فارک، یعنی همون گروهی که خودشو سوسیالیست میدونه، کمونیست میدونه، درست میگم؟ بله. و ولی مسلحه و با مواد کارتل‌های مواد مخدر کار میکنه و یه گروه خلاصه قاچاقچی مواد مخدر ولی مسلح و خیلی هم بله، سال هاست برای درآمد همکاری میکنه، هم با کارتل ها هم خودش این کار رو انجام میده. یعنی همون کاری که حزب الله لبنان مثلا در لبنان میکنه، داره فارک در کولومبیا میکنه. بفرمایید. ضمناً یکی از شبکه هایی که اروپا و آمریکا مشترکاً اینها منهدم کردن، فکر کنم در سال 2012 بود، شبکه علی فیاض بود که اینا به طور مشخص سه نفر بودن که اینها رو دستگیر کردن. اینها مشغول خرید موشک‌های ضد هوایی بودن به طور قاچاق برای فارک، برای فارک در کولومبیا. دوم، همین ارتباطات سیاسی به خصوص با کارتل‌های مکزیکی که زیتاس مهمترینشونه. خب اینا رو خرید رو انجام میدن، میمونه انتقالش. مهمترین انتقالش، خیلی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، یعنی دولت‌های به اصطلاح هم پیوند با جمهوری اسلامی مثل دولت مادورو، مثل دولت فعلی نیکاراگوئه، مثل نمیدونم بقیه دولت‌هایی که اونجا هستن، مثل بولیوی، اینها یا مثلا از گروه فارک حمایت میکنن در و با اون در پیوندن
مهمترینش ونزوئلاست، بله، حمایت میکنن. اصولا توی این کشورها، این کارتلها و گروه‌های بازمانده‌ای که به عنوان گروه‌های چریکی مثلا هنوز شناخته میشن و گروه‌های خلافکار دیگه، اینها رو معمولا کشورها علیه همدیگه هم استفاده میکنن. جمهوری اسلامی هم از همه ارتباطات استفاده کرده، تونسته پایگاه اصلیشو در ونزوئلا بزنه در ارتباط با کولومبیا و کارتل‌های مکزیکی. ببینید اینا چی کار میکنن. اول از همه انتقال مواد مخدره. به طور مشخص چند بار اینها از طریق کارتل‌های مکزیکی برای انتقال مواد مخدر به آمریکا استفاده کردن. دوم، این مواد مخدری که میارن بخش عمدهش از طریق ونزوئلا به غرب کشورهای غرب آفریقا میره، از طریق کشورهای غرب آفریقا به دو با شیوه‌های مختلف به اروپا و خاورمیانه میره. حالا به واسطه کانتینر به بنادر اروپایی ارسال میشه، به طریق مسافر و مأمورهای مختلف. اینا همش بخواد این کشفهایی که شده، شبکه‌ها نتیجه گیری این کشفاست و این عملیاته. یک کم از طریق مسافر که عمدتاً از همون منطقه سمرزیه. این میشه فعالیت اولش، یعنی انتقال و فروش مواد مخدر. دوم، شبکه پولشویی که این مهمتره به اعتقاد من. یعنی مثلا شبکه‌هایی که گرفتن که مهمترین شبکه ایمان جمعه بود که در عملیات کساندرا اینو کشف کردن که ده ها شرکت در آمریکا، در اروپا، در آفریقا و در آمریکای لاتین داشتن. اینها هم پول‌های مواد مخدر خود حزب الله رو پولشویی می‌کردن. یعنی چطور استفاده مثلا می‌کردن این کارو؟ مثلا در آمریکا ده ها میلیون دلار ماشین دست دوم می‌خریدن، اتومبیل به کشورهای غرب آفریقا به جمله بنین میفرستادن، در اونجا میفروختن، پولها رو از طریق صرافی‌ها و شیوه های دیگه به لبنان میفرستادن، از بانک لبنانی کانادایی استفاده میکردن، این پول وارد شبکه مالی بین‌المللی کنن. دوم، این شبکه ایمان جمعه و دیگر شبکه های پولشوی حزب الله برای کارتل های مواد مخدر هم پولشویی میکردن. یعنی پولایی که کارتل ها داشتن در کشورهای مختلف رو برایشون پولشویی میکردن با 20% پورسان، و هنوز هم میکنن. ایمان جمعه رو دستگیر نکردن، میکنن. برآورد اروپا، آمریکا و کشورهای آمریکا این بوده که سالانه از پورسانت و این پولشویی این شبکه یه چیزی حدود 200 میلیون دلار در ماه درآمد داشته، یعنی بالای 2 میلیارد دلار در سال. بنابراین یک قاچاق، دو پولشی، سه کی درآمد داشته این دو میلیارد دلار داشته؟ حزب الله لبنان. حزب الله لبنان، بله، حزب الله لبنان، ولی از طریق همین مواد مخدر و پولشی، مواد مخدری که از در واقع از آمریکای مرکزی که مهمترینش ونزوئلا، یعنی مرکز انتقال ونزوئلا، از ونزوئلا بیش از همه به آفریقا، به اروپا و به خاورمیانه، بله، از طریق مکزیک به آمریکا. سوم، رئیس این شبکه یا مسئول این شبکه از سال 2008 تا کنون عبدالله صفی الدین، نماینده حزب الله در تهرانه که مورد تحریم اروپا و آمریکا هم هست. هموطنان ممکن نشناسنش، در کنفرانس‌های متعدد در تهران ظاهر میشه. این در تهران در همکاری مستقیم با سپاه قدس قاسم سلیمانی و بخش مالی سپاه قدس این شبکه بین‌المللی رو اداره میکنه. حالا فایدهش برای جمهوری اسلامی سوای درآمد چیه؟ ببینید، وقتی شما صدها شرکت و شاید هم بیشتر در سراسر دنیا دارید که براتون پولشویی میکنه، شرکت‌های مختلف تحت پوشش اتومبیل، نمیدونم تجارت‌های مختلف، این شبکه اولا بسیار برای نقض تحریم‌ها، برای خریدهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی و خریدهای هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و قرار میگیره. بارها کشف شدن، دستگیر شدن این شبکه‌ها، مثلا مشغول تهیه قطعات بودن برای پهباد، بودن برای قطعات هسته‌ای، بودن در مالزی، اینا همه کشف میشن. دوم، این شبکه‌ها سوای اینکه منبع درآمدی برای حزب الله هستن، تمام هسته‌های تروریستی جمهوری اسلامی رو اینا رو میتونن تغذیه بکنن در سراسر جهان. سومی که این شبکه‌ها امکانات لوجستیک فراهم می‌کنن برای این شبکه‌های تروریستی و عملیاتی. بالاخره یه گروه تروریستی احتیاج به پشتیبانی لوجستیک داره. این شرکت‌های تجاری و این افراد کمک می‌کنن به این قسمت از قضیه. و در پایان اینه که اشاره بکنم، خلاصه دارم میگم، چون این 12 ساله که این مسئله ده‌ها عملیات بوده، این شبکه رو کی می‌گردونه؟ درست حمایت‌های سیاسی هست، همه اینها هست،
بخش عمدهش یه سری آدمایی هستن، بیشتر مهاجرین خاورمیانه ای، لبنانی اینا هستن که در ارتباط با حزب الله و سپاه قدس فعالیت میکنن، مسلمانانی هستن که در آرژانتین و برزیل اینا هستن. به همین منظور جمهوری اسلامی طی 10-12 سال گذشته شبکه مدارس و مساجد خودشو در آمریکای لاتین افزایش داده. اینها رو مسئولش کیه و جالبش همینجاست که ارتباط این شبکه با ترور هم میبینیم. این شبکه‌ها که الان بیشتر از همه در آرژانتین، برزیل، ونزوئلا اینها مساجد زدن و بیشتر چون مسلمان در آفریقا در آمریکای لاتین کمه، مهاجرین رو جذب می‌کنن. مسئولش حجت الاسلام محسن ربانیه. این حضرت آقا قبلا رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در آرژانتین بود. عملیات تروریستی که در سال 1994 علیه مرکز فرهنگی یهودیان شد که 84 نفر بیگناه زن و بچه در اونجا کشته شدن، بعد از اون مشخص که جمهوری اسلامی و حزب الله دست داشتن و این محسن ربانی در تأمین نیازهای لوجستیکی این عملیات دست داشته. بنابراین آرژانتین رو ترک کرد، به تهران اومده. در قم اینا اومدن مؤسسه اندیشه شرق رو گذاشتن، یه حوزه علمیه به آمریکای لاتینی به زبان اسپانیولی در قم دارن، حوزه علمیه امام علی. یه مرکز دارن که مبلغ تربیت میکنه، آخوند تربیت میکنه برای آمریکای لاتین که بهش زبان اسپانیولی و به اصطلاح پرتغالی برای برزیل به اینها یاد میدن. این دو تا سوم هم همه مؤسسه اندیشه شرقه. بعد هیسپان تیوی به زبان، یعنی مثل پرس تیوی مال صدا و سیماس، به زبان اسپانیولیه که با ماهواره پخش میشه. این خیلی کوتاه از این شبکه بسیار مهمه که برای جمهوری اسلامی نقش اساسی داره. و چرا همه این کارا رو کرده؟ ببینید، وقتی شما یه شبکه تروریستی دارید، آمریکا میدونه براش تهدیده، میدونه وقتی این با مواد مخدر، کارتل مواد مخدره، میتونه همونطور که مواد رو رد میکنه تروریست رد کنه، میتونه شبکه تروریستیش رو تامین کنه. بنابراین یک نوع باجگیری و تهدید علیه آمریکاست. از این زاویه هم میتونه امتیاز بگیره. بنابراین با سقوط مادورو این شبکه ضربه اساسی خواهد خورد. گرچه در 10-12 سال گذشته خیلی با این شبکه مبارزه کردن، تضعیفش کردن، ولی شبکه بسیار قویه. سقوط مادورو این بخش از سیاست خارجی سپاه قدس و جمهوری اسلامی رو لطمه جبران ناپذیری خواهد زد. بله، اون محسن ربانی حجت الاسلام البته که شما فرمودین، این تو فهرست دادستانی آرژانتین هم بود و فکر میکنم تو فهرست پلیس بین الملل هم هست. بله. که با وحید و چند نفر دیگه ای که رفسنجانی و چند نفر ولایتی و چند نفر دیگه ای که به هر حال متهم شدن به سازماندهی بمب‌گذاری در آرژانتین، در بونس آیرس، در مقر یهودیان آمیا. باری این ماجرای قاچاق مواد مخدر حزب الله لبنان، همونطور که اشاره فرمودین، نقش اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشته و از طریق مواد مخدر به ویژه در این 10-15 سال اخیر خودشو تأمین کرده. از سال 60-61 تا امروز، 60-61 خورشیدی عرض میکنم، 1360-61 تا امروز، حزب الله لبنان یک بازوی اصلی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه و اگر بخوایم در پیوند با پولشویی و تأمین جنایتکارانه هزینه مالی گروه های تروریستی مثل که روشش مثل همین قاچاق مواد مخدر بگیم، در سراسر قاره آمریکای لاتین هم و بعد در اروپا و آمریکا و اینها به هر حال شاخه ها و چه عرض کنم دیگه، ریشه های مسمومش رو در واقع از نظر قاچاق مواد مخدر عرض میکنم این تسری داده. فرمان تشکیل حزب الله لبنان رو آیت الله خمینی به حجت الاسلام محتشمی پور داد سال 1360. محتشمی پور از سال 60 تا 64 فکر میکنم سفیر سوریه بود، بعدها شد رئیس ائتلاف گروه های اصلاح طلب و از حامیان اصلی میرحسین موسوی بود در انتخابات و از کروبی هم حمایت میکرد. اون موقع سال 60 سفیر جمهوری اسلامی در سوریه بود، با ارتباطایی که با گروه‌های فلسطینی و لبنانی داشت تونست این گروه‌ها رو جمع کنه. سردار حسین دهقان وزیر دفاع دولت اول روحانی، دولت 11 اون زمان، سال 61 فرمانده اعزامی سپاه پاسداران به لبنان بود. به هر حال سپاه اونجا مرکز آموزشی جنایت‌ها رو انداخته بود در خود لبنان پشت نویشه ساسانی.
لبنان رفته باشید شما اونجا. اونجا آموزش داده میشد آموزش بچه های حزب الله و در این حال هم به یک نوعی تسلیح هم میشدن که بتونن عملیات انجام بدن. بعد که اونجا من توفیق خدمت پیدا کردم، خب اولین گامی که تلاش کردم بردارم این بود که ما یک نوع وحدت یک پارچگی در بین این مجموعه های وابسته یا در ارتباط با جمهوری اسلامی رو ایجاد کنیم و یک شورای تشکیل شد به اسم شورای حزب الله که تقریبا تمامی این مسئولین این گروه های مختلف رو مستحکم تو اونجا بدیم. این تشکل که حالا به لحاظ شکلی شکل گرفت، مورد اقدامات بعدی میکردیم، آمدیم این فضا رو به وجود آوردیم. خیلی خوب حالا شما این تشکل هستید، یه نامی باید داشته باشید. چی باشد؟ شد حزب الله. بعد اون این تشکل که نمیدونه بدون زبان و ارگان باشه، یه نشریه را انداختیم به اسم هفته نامه عهد. حالا شد عهد را هنوزم بعدن تغییرات توش دادن و اینها. این هم شد یک نشریه که هفتگی موازه حزب الله رو به سر اعلام میکنه. بعد اون این که نمیشه شما سخنگو هم نداشته باشید، یکی هم باشید که موازه شما رو اعلام کنه که هر کسی از طرفشون صحبت نکنه، یک سخنگو هم گذاشت. بعد اون این هم که نمیشه تا این حد باید یه رسانه هم باشه، ما یه رادیویی هم داشته باشیم. یه رادیوی حزب الله ازای حزب الله را انداختیم، اون هم در زمان آقای هاشمی بود توی صدا و سیما. بچه های صدا و سیما خیلی کمک کردن، آقای شیشه‌گران اینا اونجا مسئول این کار بودن، فعالشون کردیم، رادیو هم را افتاد. دیگه کم کم حزب الله شکل گرفت و بعد گفتیم حالا شما این نشان علمی هم میخواید، دیگه این پرچم حزب الله رو اون موقع به سر یکی از دوستان خودمون سپاهی طراحی کرد و بله بله. این مال موقعیه که جمهوری اسلامی درگیر جنگ با عراق ها، این صحبتی که آقای سردار حسین دهقان وزیر دفاع دولت 11 هم میفرمودن تمام ایران درگیر جنگ با عراق، جمهوری اسلامی بحرانی است، ولی یه لحظه هم در صدور انقلاب اسلامی به هر جا که بتونه همون موقع تعلل نمی کنه. همین صحبت که از حسین دهقان شنیدین کافی است که بدونیم حزب الله لبنان یک نیروی مزدور حکومت ایرانه که حتی انتصاب مسئولان ارشد تشکیلاتیش رو حکومت ایران انجام میده، نقشه کار و پول و سلاح و حتی پرچم و همه چیزش رو حکومت یک کشور دیگه، حکومت ایران بهش میده و به عنوان مزدور حکومت ایران پول میگیره و طبق دستور حکومت ایران کار میکنه. آقای دایی، حالا یه مقدار درباره قاچاق مواد مخدر، این فعالیت‌های مرزیه حزب الله لبنان شما توضیح فرمودین، بیشتر به عنوان یک گروه تروریست شناخته میشه. بعضی از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی آمریکا، بعضی از کشورهای اروپایی فقط بخش نظامیشو تروریست میدونن و به عنوان یک نیروی سیاسی به هر حال میپذیرنش، ولی بخشی از اتحادیه اروپا کل حزب الله لبنان رو به عنوان این نیروی تروریست میدونه، تحریم کرده. آمریکا هم همچنین. مهمترین فعالیت های حزب الله لبنان چیه؟ عرض کنم که حسین سلامی معاون سپاه پاسداران چندی پیش گفت که مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی حزب الله لبنان بوده. شما میتونید تصور بکنید که همین این آینه تمام نمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی. در سال اشاره که هم توی اشاره فرمودید، در سال 82 با کمک همین دهقان و یک گروهی، یعنی به اصطلاح 1000 نفر از لشکر محمد رسول الله که اونجا رفتن در لبنان، بخش زیادشون موندن، اینا رو آموزش دادن، حزب الله رو تشکیل دادن. اولین عملیاتی که کردن که خود حسین دهقان هم دست داشت علیه نیروهای آمریکایی و فرانسوی بود که برای برقراری صلح به اونجا رفته بودن، با کمک سازمان ملل رفته بودن. در اون موقع جنگ داخلی بود که سالها در لبنان بود. عرض کردم جمهوری اسلامی میکروبی که روی زخم میشینه، اونجا هم جنگ داخلی بود، حکومت مرکزی وجود نداشت، رفت اونجا و خودش رو وارد کرد. اولین عملیاتش کشتن صدها نیروی آمریکایی و فرانسوی بود که اونا از لبنان خارج شدن و شروع به گروگانگیری کرد. نزدیک به 10 سال غربی و لبنانی و عرب و هر کسی رو میتونست گروگان میگرفت، در مقابلش جمهوری اسلامی از دنیا باج میگرفت و آرام آرام فضای لبنان رو به نفع خودش کرد. یک به اصطلاح ارتش و دولت در دولت تشکیل داد. حتی رفیق حریری نخست وزیر محبوب لبنان رو ترور کرد که اتفاقا امروز سالگرد ترور آقای رفیق حریری که در سال 2005
انجام داد حزب الله لبنان، حتی عمل نیروی عمل که شیعه هستن رو هم باهاشون جنگ داخلی کرد و کشت ازشون تعدادی رو. ارتش لبنان هم حریفشون نمیشه، در اونجا رو باج میگیره. از 120 نفر نماینده کرسی پارلمان 14 تاش مال حزب الله است، ولی همه حرف اونجا میزنه. این مال خود حزب الله. حزب الله در عملیات تروریستی در سراسر جهان آمیا اشاره بکنیم، تا هم ایرانی میکنوس برلین، در آسیا، در بلغارستان، همه جای دنیا دست داشته و داره. دوم، تمام این گروه های میلیشی های وابسته به سپاه خود رو اکثرا در سازماندهی و آموزش و تأمین نیازهای لوجیستیکی نقش عمده بازی میکنه. درست سپاه قدس تمام این مسائل رو میگردونه، ولی حزب الله لبنان عربن، اینها این گروه های عرب رو همه اینا رو هدایت میکنن، نقش اصلی داره. جهاد اسلامی فلسطین بخشی از حزب الله لبنانه، بنابراین نقش اساسی در آموزش و رشد این گروه های مسلح داره. و مهمتر از همه، الان به طور مستقیم هم در یمن هست، هم در عراق هست. حتی صحبت از اینه که الان با تحولاتی که در افغانستان و احتمال خروج آمریکا هست، داره در اونجا هم، در غرب افغانستان هم داره حضور داره، سوریه که خودمون میدونیم، بنابراین نقش مهمی داره. و مهمتر از همه، همونطور که اشاره کردیم، در تأمین نیازهای تسلیحاتی، شبکه‌های پولشویی اینهای سپاه قدس و جمهوری اسلامی هم نقش اساسی داره. آقای دایی، عذر میخوام، این گسترش حزب الله لبنان از نظر نفرات و سیطره منطقه‌ایش در واقع تو جنوب لبنان گسترش پیدا میکنه، این چقدر پول میده برای عضوگیری؟ چون ما میدونیم، هممون میدونیم، فیلماش انبوهی از فیلمای کلاب هایی که مال حزب الله لبنان در خود جنوب لبنان پخش شده. موضوع اعتقادی نیست، یعنی یک صدم اون کلاب های پسران دخترانه که خیلی هم البته چیز رایجی است در غرب و چیز عادی است که شب طرف از کارش میاد خسته میشه میره، مثلا چه میدونم جوونه میره دنسی بره، نمیدونم هوای عوض بکنه، یه ساعت دو ساعت میره توی اون مثلا کلاب و برمیگرده میره خونه. خب این شیوه زندگی رو حزب الله لبنان برای جووناش درست کرده و رایجه در اونجا. میخوام بگم که اعتقادی نیست به اون معنایی که شیعه آل علی در ایران معتقدند که این از ولایت فقیه و حسن نصرالله میگه تا این ولی فقیه هست ما هم زنده ایم و تابع دستورات او هستیم. چجوری اینا رو عضو میگیره، عضو گیری میکنه؟ عرض کنم، یه بار خدمتتون عرض کردم، به یک نفر گفتن چرا معتاد شدی؟ گفت رفیق بعد، البته زغال خوبم بی تاثیر نبود. یعنی اون زغال خوب اینجا همین پوله، اگه پول نباشه که خب اینا نیست. این شیوهی که در مورد حزب الله تعبیر شماست آقای دایی که زغال خوب همون نمیدونم پول فلانه من که این چیزا رو نشنیدم. ایدئولوژی هست، البته خب پولم نقش خیلی مهمی داره. عرض کنم خدمتتون که در لبنان، در هوتی‌های یمن، هشت شعبی، فاطمیون افغانستان، این الگوی عمومی جمهوری اسلامی یه هسته اصلی و ایدئولوژیک داره که ممکن زیاد هم نباشه، که وابسته به سپاه قدس هم، وابسته به جمهوری اسلامن، اعتقاد دارن، ولی اونا رو ما قلبشون خبر نداریم. بخش عمده بقیهش با ولخرجی، با پوله، وگرنه همشون میرن. حالا به فاطمیون افغانی 500-600 دلار ماهانه میدن، در هوتی‌های یمن نمیدونم چقدر میدن، به نمیدونم نیروهای دفاع وطنی در سوریه ماهی 150 دلار میدن. این پول خیلی اگه نباشه که همه میرن. در لبنان هم همینه، 15,000 نفر حزب الله لبنان هست. تو خود لبنان اسمن نیروی نظامی و رزرو داره به اصطلاح، که اینا حقوق میگیرن. بعد خانواده ها و اینها، کلی شبکه های مالی هست، بیمارستان، نمیدونم بهشون وام میدن، وام که چه ارز کنم، پول بهشون میدن، کلی بهشون میدن، برایشون شغل ایجاد میکنن. این یه شبکه وسیع، ارز کردم مخارج حزب الله بالای 1 میلیارد دلار در ساله، که همه رو جمهوری اسلامی میده البته دیگه. خب بیشتر عمده شو. و بنابراین با وجود قدرتی که شما اشاره فرمودین که دارد در لبنان، با توجه به تعداد نسبتاً کم نماینده ها در مجلس، ولی خیلی وقتا حرف آخر رو میزنه و به طور کلی سیاست لبنان بعض وقتا دستشونه، با این وجود و کلی پولی که دارن،
اما طبق گفته حسن نصرالله تا زمانی که میگه جمهوری اسلامی هست ما هم هستیم. سوال روشنم این است شما، آیا اگر جمهوری اسلامی برود به طور کلی حزب الله لبنان ممکن از بین بره، یا به هر حال لبنان به عنوان یک کشور مستقل میتونه عرض وجود بکنه؟ ببینید مسلمانان در لبنان حدود 54-55% جمعیت، از این تعداد نیمیشون شیعیان، از این نیمیشون طرفدار حزب الله، بقیه شون متحدین هم مثل جنرال اون مسیحی با پول هم. بنابراین پول که نباشه شما چطور میتونید با 14 تا در یعنی حدود 14-15% آرا مثلا بتونید 11% فکر کنم میشه 11% آرا میخواد در یک کشور حکومت، پولم که نباشه تمام این کارخونه های موشک کنن تمام اینا بمیره. میدونید چند تا بیمارستان داره حزب الله، چند تا کلینیک داره؟ نزدیک 20 تا بیمارستان کلینیک داره. خب اونم بعد تعطیل بکنید، پول مفت که دیگه این خبرها که نیستش که. بنابراین اتفاقا دنیا هم داره به این میرسه که آقا به جای که ما بیام به دولت لبنان فشار بیاریم که جلوی حزب الله رو نگرده، بخاطر ارتش داره حزب الله، ما باید ریشه اصلی رو بخوش کنیم. اگه ما بخوام هشت و شعبی هم بین بره، سوریه این جنایات انجام نشه، لبنان، حوثی‌ها، فاطمیون، همه ریشش جمهوری اسلامیه، ریشه تمام اینا نباشه همه اینا میان پیکارشون، تبدیل به یه گروه کوچکی میشه. بله این تروریسم دولتی رو جمهوری اسلامی از همون اول سعی کرد به کشورهای دیگه تسری بده. آیت الله خمینی بعد از سخنرانی‌های در مورد جنگ عراق میخوام عرض کنم، بعد از سخنرانی‌های متعدد و تحریک دیوانه قدرتی به نام صدام، از 6 ماه قبل از جنگ باعث شد که جنگ ایران و عراق در بگیره، 8 سال طول بکشه، حاصل میلیون ها کشته و زخمی و معلول و آواره و بی سرپرست و ویرانی هایی که هممون میدونیم. یک سال بعد از شروع جنگ خمینی همون کاری رو که با عراق کرد میخواست با مصر بکنه. انور سادات رئیس جمهور مصر 14 مهر 1360 ترور شد، کشته شد. قاتلش فردی بود از جهاد اسلامی مصر، خالد اسلامبولی، که خیابون و کوچه و بنا و غیره تو ایران به اسمش شده. ایشون انور سادات رو به مسلسل بست و بعدم رفت بالا سرش که ترسیده وقت هنوز زنده باشه کشتش. خب بعد از اون ترور حسنی مبارک معاون رئیس جمهور مصر طبق قانون مصر شد رئیس جمهور، وضعیت فوق العاده برقرار شده بود. خمینی بعد از ترور سادات در جا چند تا سخنرانی کرد، از ترور سادات حمایت کرد، بعد سعی کرد مصر هم به هم بریزه. ملت مصر از حکومت نظامی نترسد و به او اعتنا نکند و همونطور که ایران حکومت نظامی را شکست و به خیابان‌ها ریخت، اونها هم بشکنند و به خیابان‌ها بریزند و این توفاله‌های امریکا را بیرون بریزند. خب موافق نشد خمینی در این کار. جمهوری اسلامی خودش درگیر جنگ با عراق بود، مصر هم همسایه ایران نبود و اصولاً اکثریت جمعیت مصر مثل عراق یا لبنان شیعه نیستند و بعد اونجا مرکز مهم دانشگاهی و به اصطلاح علمی هست از اهل تسنن که به هیچ وجه دخالت دین در حکومت به مفهوم اینکه حکومتی دینی به وجود بیاد رو بر نمیتابن، همیشه باش مخالفت کردن. باری بحران سازی و دخالت در امور داخلی مصر دست کم اون موقع برای جمهوری اسلامی ممکن نبود، ولی به طور کلی سیاست صدور انقلاب خمینی چند تا ایستگاه اصلی داشته از اول که تو شعارهاش همیشه میشنیدیم. مثلا راه قدس از کربلا میگذره، به این معنی که میخواست بعد از گرفتن عراق از مسیر سوریه که همسایه عراق بود به اسرائیل حمله کنه، به اسرائیل برسه. بعد در جهت دیگه عربستان براش یک رقیب جدی در جهان اسلام بوده همیشه به دلیل مکه. یک سال قبل از جنگ ایران و عراق میاد تظاهرات براءت از مشرکین رو از سال 58 از فردای انقلاب مطرح میکنه. این اولین راهپیمایی حجاج ایرانی بعد از انقلاب در سال 58 در مراسم براءت از مشرکین است. تعدادشان زیاد نیست اما عزمشان جدی است. مسلمین باید در حج وقتی که میرن یک حج زنده، یک حج کوبنده، یک حجی که
محکوم کنند این شوروی جنایتکار و اون آمریکای جنایتکار را. حج اسلامی و توحیدی مظهر اشداء، پیامی که حالا سالهاست بعد از امام توسط جانشین خلفش هر ساله در ایام حج صادر می شود و مسلمانان پشت به پشت فریاد براءت از همه یزیدیان زمان سر می دهند. سال 65 1365 جمهوری اسلامی مواد منفجره میذاره تو ساک حجاج ایرانی. اونم کار سپاه بود. سپاه در ساک حجاج یک کاروانی رو پیدا کرده بودن که بیشتر پیرمرد پیرزن بودن و بدون اطلاعشون مواد منفجره جاسازی کرده بودن و اونجا لو رفته بود، عربستان گرفته بود. اینا اون گروه سپاه مستقیم زیر نظر آقای هاشم رفسنجانی کار میکردن و اینا به هر دلیلی خلاصه لو رفت و آقای کروبی که نماینده امام بود در حج مجبور شد عذرخواهی کنه و تقاضا کنه که این مسئله رو لطف کنن و پخش نکنن. سال 66 در تظاهرات براءت از مشرکین 275 تن از حجاج ایرانی، 85 عربستانی از جمله نیروی پلیس و 45 تن از حجاج دیگر کشورها کشته و شماری نیز زخمی شدند، یا در اثر تیراندازی ماموران عربستان یا زیر دست و پا مردند. محصول دیپلماتیک این ماجرا این بود که عربستان سفارتخانه‌اش را تو ایران تعطیل کرد. مسئولان جمهوری اسلامی بارها گفتند، بارها ازشون شنیدیم که حرمین شریفین و کعبه و مسجد الاقصا و از قدس تا کعبه باید از دست یزیدیان زمان کذا و کذا خارج بشه و خودمون باید اینا رو اداره بکنیم. مشخصا کعبه رو به ویژه با صراحت هم خمینی گفته، هم رفسنجانی در سخنرانی‌هاش میگفت، رفسنجانی که بعدن شد مثلا دوست عربستان، و هم خامنه‌ای که با صراحت. به هر حال اینقدر تحریک و ضد تبلیغ در واقع علیه عربستان کردن اینا تا جنگ نیابتی جمهوری اسلامی عربستان در یمن در گرفت. حاصل جنگ یمن چقدر کشته و آواره و مجروح بوده تا امروز. بحرانی کردن کشورهای منطقه و آفریقا هدف جمهوری اسلامی بوده. بعضی جاها تونسته تا راه انداختن جنگ حتی پیش بره، مثل یمن. بعضی جاها بحرانسازی داخلی کرده مثل بحره. آی دایی چرا شروع شد جنگ یمن؟ حاصلش تا امروز چی بوده؟ دیگه فرصت زیاد نداریم، باید فشرده تر بله. من خیلی سریع بگم. ببینید جمهوری اسلامی برای تسلط به جهان اسلام یه مشکلی داره. اولا خب شیعیان که جمهوری اسلامی هم شیعه است، ما هم شیعه هستیم، یعنی کشور ما اقلیتن در جهان عرب، در جهان اسلام اقلیتن. دوم این که یکی در عراق که مرقد امامان مهم شیعه هست و دیگه هم که در مکه که خود کعبه هسته، اینا دست جمهوری اسلامی نیست. بنابراین هدفش تسلط بر هر دوه اینا، برای اینکه بتونن عراق رو هم کنترل بکنن، همین که عربستان رو تضعیف بکنن، اومدن گفتمان ضد آمریکایی رو انداختن. این گفتمان ضد آمریکایی ضد اسرائیلی در حقیقت این اقلیت بودن جمهوری اسلامی و شیعه بودن رو میپوشونه. میان فرای شیعه و سنی سعی میکنن رفتار بکنن. همون حرفی که قاسم سلیمانی در سخنرانی معروفی گفت، که گفت آقا بنی امیه و بنی عباس و عثمانی‌ها سنی بودن، حالا نوبت ما شیعیانه و مناطق مهم نفخیز عربستان در عراق، در ایران و اینجا همه شیعه هستن، ما باید هلال شیعه رو تشکیل بدیم. جنگ یمن محصول به اصطلاح استراتژی جمهوری اسلامی برای ایجاد یه جبهه در جنوب عربستانه. عرض کردم مانند میکروبی که رو زخمه. بلافاصله بعد که جنگ‌های داخلی یمن شروع شد، جمهوری اسلامی سپاه به اونجا رفت، از حوثی‌ها که در اقلیت هم شروع به حمایت کرد و الان رسیدیم به اینجا. فقط در یمن هم نیست، اینا در جیبوتی هم جمهوری اسلامی خرج کرد. میخوان یکی یه جبهه نظامی علیه عربستان باشه از جنوب عربستان، دوم تنگه باب المندب و دریای سرخ رو کنترل بکنن. اون طرف جیبوتی، اونور تنگه جمهوری اسلامی کلی خرج کرد، که البته جیبوتی بعدن بیرون کرد جمهوری اسلامی ها. در سودان هم کلی میلیون ها دلار خرج کردن، اونم سودان هم جمهوری اسلامی رو بیرون کرد. مونده یمن، تا الان میلیاردها دلار خرج کرده جمهوری اسلامی، کارخونه موشک زده، کلی یه سیستم عظیم با کمک حزب الله لبنان در اونجا راه انداخته. از سرمایه های ملت ایران مردم یمن کشته شدن. مسئولیت عربستان رو من کم نمی کنم، ولی ما اصلا اونجا نه مرزی داریم نه چیزی. جمهوری اسلامی رفته اونجا و داره جنایت میکنه، هم مردم اونجا دارن بها میدن هم مردم ما.
واقعا من نمیدونم این اصطلاح که مسئولان جمهوری اسلامی میگن که اسرائیل قوطه سرطانی، قوطه سرطانی در واقع خودشون هستن. این جمهوری اسلامی است که هر جایی که رفت، یعنی وقتی اگر در بیاد این، اگر نباشه جمهوری اسلامی، ببینید چقدر جهان سالم میشه. خودمونیم رک و همه اینا از اول برنامه ریزی شده بود. قاسم سلیمانی مثلا بی خود میشه فرمانده سپاه قدس. توضیح کوتاهی عرض کنم، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران علنا میگه جنگ های صلیبی هزار سال پیش جمهوری اسلامی داره ادامه میده. جنگ های صلیبی 200 سال 200 و چند سال طول کشید بین مسلمان ها و مسیحی ها، بخش مهمی از جهان رو ویران کرد. هزار سال پیش بیش از 1 میلیون کشته شدن، 1 میلیون نفر. این جنگ‌های مذهبی رو فرمانده نیروی قدس سپاه الان بشنوید یادآوری می‌کنه و میگه این راه خمینیه که باید ادامه داد تا سلطه اسلام بر مسیحیان در جهان عملی بشه، همون رفع فتنه از عالم. بیشتر وجود ندارد که در جهان اسلام الا این که زیر سیطره صلیبی‌ها جز جمهوری اسلامی. و از دوره سقوط عثمانی تا کنون سیطره صلیبی ها بر جهان اسلام یک پارچه بود. امام هنرش فقط این نبود که یک حکومت را بر مبنای اسلام و احکام اسلام بنا نهد. هنر امام این بود که یک کشور را از وابستگی کشور را از زیر جوز صلیبیت خارج کرد. این وحشیگری که میبینیم سپاه به طور کلی و نیروی قدسش به طور خاص در بمب‌گذاری‌ها و کشتار مردم بیگناه در 30 سال گذشته در فرانسه، در عراق، در آرژانتین، در کردستان و غیره، این ایجاد وحشت و کشتار در 40 سال گذشته در واقع انجام داده، حاصل همین نگرش متعلق به دوره وحشیگری ها در جنگ های صلیبیه که حاکمان برای گسترش حکومتشون میجنگیدن، مردم ساده و بدبخت هم به خاطر ایمان و اعتقادشون سرباز حاکمان میشدن. امروز هم همینجوره. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان 9 سال پیش تو سخنرانی تو دانشگاه تهران همین جنگ صلیبی رو به شکل یهود ستیزی مطرح کرد. سازمان آزاد بخش فلسطین به ریاست و ریاست عرفات به این نتیجه رسیده بودند و دنبال بهانه برای مذاکره با اسرائیل. دیگه این بحث نابودی اسرائیل جای مطرح نیست. اون زمان یک جمع از علما و مؤمنین و مجاهدین آمدن خدمت حضرت امام. ما آمدیم که وظیفه ما چیه؟ ما مقلد شما هستیم، تابع شما هستیم، هر چی بفرمایید ما بریم اونجا عمل کنیم. حضرت امام فرمودن وظیفه شرعی و اصلی شما این است که برید مبارزه کنید، بجنگید، مقاومت کنید، لبنان را محول کنید یا محول سازید، یعنی بدلو به یک افغانستان یهودی. یعنی لبنان باید بشه یک قبرستان برای سربازان اسرائیلی. فرقتون اینه، وظیفتون اینه. آی دایی، خب حالا این صحبت و این یهود ستیزی اون حرفایی که هیتلر 85 سال پیش میزد تو آلمان. ببینین آیت الله خمینی آمد روز قدس رو اعلام کرد از همون سال 58. این قضیه قاعدتاً باید بیش از همه فلسطینی‌ها رو درگیر می‌کرد. چرا نکرد؟ چرا فلسطینی‌ها خیلی استقبال نمی‌کنن روز قدسی که جمهوری اسلامی مطرح کرده و بیشتر خود جمهوری اسلامی در ایران انجام میده، در کشورهایی که میتونه خودش مستقیم سازماندهی بکنه؟ ببینید خمینی و این جمهوری اسلامی برای تسلط بر جهان اسلام، اینا این گفتمان مبارزه با اسرائیل، نابودی اسرائیل و مبارزه با آمریکا رو راه انداختن. یعنی دستگاه ایدئولوژیکشون اصلا برای ادامه حکومت رو این سواره. خب در اینجا آزادی فلسطین، سازمان آزادی بخش فلسطین اون موقع که اینا اومدن که دست بیشتر نیروهای چپ بود، جمهوری اسلامی که نمیتونست بخورتشون یه باره که سوارشون بشه پرچم رو در دست بگیره، اومدن
درست پیشنهاد آقای ابراهیم یزدی اولین وزیر، یعنی دومین وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود که آقا بیا مسئله فلسطین رو بکنیم مسئله اسلامی. مسئله فلسطین مسئله فلسطینیان نیست، مسئله کل مسلمان‌هاست. اومدن روز قدس رو راه انداختن که بکنش اسلامی، که بعد جهاد اسلامی و حماس و اینا بتونن بقاپنش، جمهوری اسلامی بتونه بقاپ بشه. در واقع تو این چارچوب بود. آقای دایی، کنفرانس ورشو امروز برگزار شد، یک دقیقه فرصت داریم، ببخشید که فرصت انقدر کمه، میخوام ببینم اوضاع رو چگونه میبینید. عرض کنم که اول یه اشاره بکنیم، جنایت جمهوری اسلامی رو گفتیم، سوریه یادمون نره. به اعتقاد من بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر در خارج کشور سوریه بوده. بیش از 500,000 کشته، میلیون ها نفر زخمی، میلیون ها نفر آواره شدن. جنایتی که فراموش نخواهد شد و چوبش رو مردم ایران هم خواهند خورد، یادمون نره. کنفرانس ورشو به اعتقاد من به اصطلاح آرایش کنونی رو در منطقه نشون داد که کشورهای منطقه عمدتاً به خاطر به اصطلاح تضادی که با جمهوری اسلامی دارن، عرب‌ها و اسرائیلی‌ها با رهبری آمریکا به هم نزدیک شدن. ببینید این سیاست‌های جمهوری اسلامی، من خیلی خلاصه بگم، سیاست جمهوری اسلامی براش فایده داشته. این گفتمان ضد اسرائیلی ضد آمریکایی براش یارگیری می‌کنه، نیروهای ایدئولوژیک در داخل براش فراهم می‌کنه، بتونه سپاه و بسیج رو بتونه یارگیری بکنه براش. ولی ضررش چیه؟ ضررش همینه، یکیش همینه، تمام سوای پولی که خرج می‌کنه تو این باتلاق سوریه و ایناست، یکیش اینه که این کشورها الیه پا میشن، با هم متحد میشن، تحریمت میکنن، به روز سیاه نشوندن. حالا اقتصاد ورشکسته و مافیای جمهوری اسلامی که خراب بود، تحریما خرابترش هم کرده. بنابراین ضررش این ولش کف ترازوش فایده میبره، مبارزه با اسرائیل و نام فلسطین، ضررش هم اینه. کنفرانس ورشو در حقیقت این رو نشون داد، یه جمله بله، که به ضرر جمهوری، یعنی شرایط به شدت به ضرر جمهوری اسلامی و این سیاست ها باطلاقی که جمهوری اسلامی رو زمین خواهد زد، سیاست های منطقه ایش. سپاسگزارم بسیار آقای حسن دایی. پرده آخره بریم. شما میخوای وارد کانادا بشی، ازت سوال میکنن مذهبت چیه، میگه مسلمان، میپرسه شیعه یا سنی، اگه بگی شیعه هستم میگن بفرم. در استرالیا همین، امروز جهان برای شیعه یک فتح باب جدید کرده است. شب روزگار خوش.